فکر میکنم که اولین مواجهه و برخورد خیلی از همسن و سالای من، یعنی دهه 60 با صدای اپراتیک و خواننده های اپرا از طریق شنیدن صدای پاواروتی بوده. مخصوصا آریای معروف نسون دورما از اپرای توراندوت رو فکر میکنم دیگه هممون شنیدیم و یادمون هست. سلام سلام، من مهتاب هستم و توی یه سری ویدیو قراره که در مورد موضوعات مربوط به موسیقی کلاسیک باهاتون صحبت کنم، ولی به زبون خیلی خیلی ساده و برای افرادی که دانش موسیقی ندارن و کلا تخصصی در زمینه موسیقی ندارن و موزیسین نیستن. پاواروتی بین سالهای 1992 تا 2003 میلادی که میشه 1371 تا 1382 خورشیدی، در بین این سالها یه سری کنسرت های برگزار کرده به اسم پاواروتی و دوستان. فکر میکنم این پاواروتی و دوستان رو دیگه همتون حداقل اسمش رو شنیدین و احتمالاً اکثرتون این اجراها رو هم دیدین. تو این کنسرت ها پاواروتی به همراه خیلی از خوانندگان ژانرهای دیگه موسیقی مثل پاپ، با خوانندگان خیلی معروفشون روی صحنه رفته و کنسرت های خیلی خیلی بزرگی با هم اجرا کردن، با خوانندگانی مثل سلین دیون، ماریا کری، التون جان و و و. این کنسرت ها باعث شدن که پاواروتی بین عده زیادی از مردم که خیلی آشنایی و میونه‌ای با موسیقی کلاسیک و اپرا نداشتن شناخته و معروف بشه. من خودم یادمه که با چه ذوق و شوقی این ویدیوهای کنسرت های پاواروتی و دوستان رو ما موقع میدیدیم و این نوارای تیپ، نوار کاست میگفتیم. اینا رو میتونستیم بخریم پاواروتی و دوستان و دیگه دائم گوش میدادیم و حال میکردیم با این آهنگا. حالا همه این داستانا رو تعریف کردم که اینو بهتون بگم. من چند روز پیش یاد این پاواروتی و دوستان افتاده بودم و اینکه مثلا برامون چقدر جذاب بود شنیدن صدای پاواروتی، چون اون موقع تو ایرانم اینا خیلی محبوب شده بودن این اجراها و دیگه همه پاواروتی رو حداقل میشناختن توی خواننده های اپرا. و من اون موقع یه جایی نمیدونم خونده بودم یا شنیده بودم که صدای پاواروتی در واقع زیرترین صدا هست برای مردها و پاواروتی اصلا خیلی صدای زیری داره و این سوال برای ما مطرح شده بود که آخه چطور ممکنه این آدم به این هیبت، هیکل بزرگ، صدای حجیم و قوی، چطور ممکنه که این زیرترین صدا رو داشته باشه و این چیزی که ما داریم میشنویم اصولا چطوریه که این زیرترین صداست؟ بعد اون وقت اگه این زیر صداش، پس صدای بم دیگه چی میشه؟ حالا اگر که برای شما هم این سوال مطرح هست یا اینکه با گفتن من الان این سوال براتون مطرح شده، تا آخر ویدیو رو تماشا کنیم، میخوایم به این سوال جواب بدیم. برای جواب به این سوال باید تقسیم بندی صدای انسان رو در موسیقی کلاسیک بدونیم. در موسیقی کلاسیک صدای انسان یا صدای خواننده ها به 4 دسته خیلی کلی تقسیم میشه و این تقسیم بندی ها هم بر اساس زیرو بمی صداها هستند. در مورد این مفهوم زیرو بم و فرکانس و اینکه صوت چجوری تشکیل میشه و این موارد توی یه ویدیو کامل مفصل توضیح دادم، لینکشو میذارم این بالا، دوست داشتین میتونین اونو تماشا کنین که بهتر مطلب رو متوجه بشین. این 4 تا گروهی که برای صدای انسان ها در نظر گرفته شده، 2 تاش برای صدای خانم ها هست و 2 تاش برای صدای آقایون. اول بریم سراغ صدای خانم ها. خب صدای خانم ها گفتیم به 2 دسته تقسیم میشه دیگه. دسته اول صدای زیر هست، دسته دوم صدای بم، یعنی یه سری خانم ها که صداشون به نسبت زیرتره، اینا بهشون میگن سوپرانو، یعنی به صداشون میگن صدای سوپرانو. اولا تلفظ درست این کلمه هست سوپرانو، نه سوپرانو. خیلی دیدم که میگم من سوپرانو میخونم. اینم باز یه داستان دیگه است. مثلا طرف تو اینستاگرام به من مسیج میده، میگه که من 2 ماهه دارم سوپرانو میخونم. این جمله کلا از اساس بی‌معنیه. سوپرانو به یک تایپ صدا گفته میشه، به اون زیرو بمی صدا گفته میشه. یکی ممکنه صداش سوپرانو باشه، یکی ممکنه صداش یه چیز دیگه باشه، ولی خیلیا اینو اشتباه به جای کلمه آواز کلاسیک به کار میبرن. طرف میخواد بگه که من 2 ماهه دارم میرم کلاس آواز کلاسیک، میگه من 2 ماهه دارم سوپرانو میخونم. اینو حواستون باشه بهش. دسته دومی که برای صدای خانم ها در نظر گرفته میشه، اون صدایی هست که بمتر هستن، بهش میگن آلتو. پس برای خانم ها یه صدای سوپرانو داریم، یه دونه آلتو داریم. موسیقی
برای آقایون هم همینطور، دو تا دسته داریم، اونایی که صدای زیرتر دارن صداشون تنور هست اونایی که صدای بمتر دارن بهش میگن باس. همونطور که گفتم این دستبندی چارتایی دستبندی خیلی خیلی کلی هست. مثلا برای گروه کور یا قطعاتی که برای کور نوشته شدن معمولا این چارتا صدا رو در نظر میگیرن برای خواننده ها. حالا خیلی قطعاتی هستن که بیشتر تقسیم بندی صدایی دارن، توی خود گروه کورها هم مثلا سپرانو 1، سپرانو 2، آلتو 1، آلتو 2 داریم. حالا به اینا الان کاری نداریم، ولی همونطور که گفتم اون 4 دسته‌ای که در موردشون صحبت کردیم تقسیم بندی خیلی خیلی کلی هستن. حالا اگه بخوایم یه مرحله این تقسیم بندی رو ببریم جلوتر، میشه که بین هر کدوم از این گروه های خانوم ها و آقایون، بین این دوتا گروهی که داشتیم، یه گروه دیگه هم اضافه کرد. میشه بعد از سپرانو یه گروه اضافه کرد به اسم متسو سپرانو و بعدش صدای آلتو. مثلا صدای من صدای متسو سپرانو هست. و همینطور برای آقایون هم اول گفتیم زیرترین صدای آقایون تنور هست، بعدش میشه باریتون رو آورد و بعدش باس. حالا این تقسیم بندی ها خیلی ریزتر و تخصصی تر هم میشن. مثلا برای صدای سپرانو ما سپرانو لیریک رو داریم یا لیریک سپرانو بهش میگن، که قابلیت صداشون معمولا اینه که خیلی صدای نرم و ملایمی دارن و میتونن نوت‌های بالا رو خیلی شفاف و زیبا اجرا کنن. یه دسته دیگه هست صدای سپرانو، کلوراتورا سپرانو، یعنی که سپرانوی کلوراتور هست. صداها خیلی سبک و چابک و منعطف هستن با توانایی تحرک خیلی زیاد در صدا و توانایی اجرای نوت‌های خیلی بالا. از طرف دیگه دراماتیک سپرانوها یا سپرانوهای دراماتیک رو داریم که صداهای خیلی حجیم و پرقدرتی دارن. و این تقسیم بندی ها خیلی بیشتر از این ادامه داره و بر اساس همونطور که گفتم زیر و بمی صدا، قابلیت تحرک صدا، رنگ صدا، بر این اساس ها تقسیم بندی های خیلی زیادی برای هر تایپ صدایی وجود داره. حالا برگردیم به پاواروتی و ببینیم که توی این تقسیم بندی ها صدای پاواروتی کجا قرار میگیره. پاواروتی یک تنور لیریک هست. قابلیت صدای تنورهای لیریک اینه که صدای خیلی گرم و روون و منعطفی دارن و در خوندن ملودی های بسیار زیبا و بیان احساسات و خوندن نوت های بالا میتونن خیلی خیلی خوب عمل کنن. درسته که پاواروتی صدای خیلی پرقدرتی داره، ولی اساس کلی این تقسیم بندی ها زیر و بمی صدا هستن. زیر و بمی هم میگم توی ویدیو دیگه کامل توضیح دادم، ولی اینجا بهتون بگم که یعنی مثلا چه نوتی رو، چه فرکانسی رو این آدم میتونه از خودش تولید کنه. خب یعنی چه نوتی رو میتونه بخونه؟ نوتای خیلی معروف پاواروتی اون نوتای بالا هستن. همین قطعه نسون دورما اون نوت بالا هست که پاواروتی انقدر نگه داشته. Shut up!
اگر که تا اینجای ویدیو رو دیدین لطفاً ادامهش هم نگاه کنید. من یه مطلبی اینجا بهتون بگم. یه مشکلی که من در تهیه و تولید این نوع ویدیوهای مربوط به موسیقی دارم، یک مشکل اساسی و بزرگ، مشکل کپی رایت هست. به خاطر اینکه من خیلی دوست دارم که ویدیوهای خیلی مفصل‌تر درست کنم یا تو همین ویدیوها هم نمونه‌های صوتی و تصویری از قطعات، از خواننده‌ها، از همه جور کلا موسیقی براتون بذارم که مطالب رو خیلی بهتر متوجه بشین، یا اینکه اون فضای چیزی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم بهتر دستتون بیاد. ولی خب همونطور که گفتم مشکل کپی رایت هست. یوتیوب به خاطر کپی رایت خیلی از ویدیوها رو بلاک می‌کنه یا اصلا کل ویدیو منو ممکنه که پاک کنه و دو سه بار که این قضیه تکرار بشه اصلا کلا کانال یوتیوب رو می‌بنده و درشو تخته می‌کنه. در نتیجه این قضیه خیلی خیلی وقت زیادی از من می‌گیره و همیشه برام ریسکیه که حتی مثلا اگه چند ثانیه از یه ویدیو رو که موزیک داره می‌خوام بذارم، همیشه می‌ترسم که این الان کپی رایت استرایک بگیره و اینجور داستانا. به خاطر همین فکر کردم بهترین کار اینه که یه کانال تلگرام درست کنم و تمام این مواردی که در موردشون صحبت میکنم یا نمونه های صوتی یا تصویری که اینجا توی ویدیوهای یوتیوب ممکنه خیلی قسمت های کوتاه ازشون رو بذارم، کل اینا رو میذارم توی کانال تلگرام. حالا تا الان که خوشبختانه تلگرام از اینجور مشکلا نداشته، امیدوارم که از این به بعد هم نداشته باشه. ولی اگر که دوست داشتین این ویدیوها رو یا میگم نمونه های صوتی رو یا کلا موارد مربوط بهشون که ممکنه به ذهنم برسه مثلا مربوط به مطالب این ویدیو هست، تمام اینا رو من میذارم توی کانال تلگرام. دوست داشتین اونجا عضو بشین و اینا رو تماشا کنین و گوش بدین و لذت ببرین. امیدوارم که از مطالب این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر که اینطور بوده لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. هر گونه پیشنهادی دارین در مورد ساخت اینطور ویدیوها در مورد موسیقی کلاسیک ولی برای افرادی که تخصصی در زمینه موسیقی ندارن، هر گونه پیشنهادی که در این زمینه دارین خیلی خوشحالم میکنین که توی کامنت ها برام بنویسین. تا ویدیو بعد خداحافظ.